تعطیلی ساعت 6 بیشتر شبیه شوخیه. اگر کرونا شب کار بود، از ساعت 6 به بعد خوب بود. وگرنه اون بیشتر شبیه جوک و رفع تکلیف میمونه. این تعطیلی دو هفته‌ای هم که 3 ماه من دارم میشنوم، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی خبره این ور اونور 3 ماه دارن میگن، هنوزم که هنوزه انجام نشده. اونم به نظر من یه جور شوخی دیگه است. دولت در این موردی که میخواد مثلا ساعت 6 و فلان اینا به نظر من تاثیرگذار نیست، ولی اگر 2 هفته واقعا تعطیل بشه پولم به مردم بشه، چون واقعا مردم از نظری معیشت در واقعا بحران قرار گرفتن. من مخصوصا ما طبقه فقیر الان آقا من اگر امروز کار نکنم فردا واقعا خرجی ندارم. آقا 2 هفته تعطیل بکنن مردم کمک بکنن که این کرونا ای بیماری واقعا ریشه کن بشه، نه اینکه آقا ساعت 6 آقا تعطیل، ساعت 6 بیا همه ریختن تو خیابان، اصلا هیچ تاثیرگذار نیست. 1400 حقوق شوهرمه، خب من چیکار کنم تو این سرما با این وضع؟ میام اینجا میشینم، اگه نشینم چیکار کنم؟ از کجا خرجم در بیارم؟ خب اینجا میشینم، مجبورم. الان یا دیابتی هستم، خب قلب ناراحتی قلبی هم دارم، اگه مجبور نباشم نمیام اینجا بشینم. آقا هیچ وقت نمیام اینجا بشینم. ماشاءالله انقدر گرونی هم هست. گرونی زیاد والا حقوقا نمیمونه اصلا. بنزینو گرون کرد به من معیشتی نداد اصلا. خب دیگه مثلا این 600 تومان که میریختم به کارت یارانه اونو هم به ما نداد. همین یه تیکه جام که نشستیم از اون داره میگیرن، میگه نشونی اصلا مفید نیست. مگه 6 به بعد فقط کرونا هستش؟ نیست دیگه، باید همون اولش این 2 هفته رو کلن تعطیل میکرد. 2 هفته مملکت میخوابید بهتر از اینه که اینطوری تقلق باشه. کلن با این تصمیماتی که این مدت گرفته شده تو دولت و حاکمیت برای به هر حال کنترل این بیماری، چقدرش موافق بودیم و چقدرش ما مقصریم؟ خود من مردم هیچ، ما که کلا مقصریم، ولی دولت هیچ تصمیم موفقی نگرفته، هیچی هم به نفع مردم نبوده. همین ما الان کاسبی، مالیات از ما گرفته، شهرداری رو گرفته، یعنی همه هزینه های خودش رو گرفته. وقتی که دولت از هزینه های خودش نمیگذره، خب بقیه هم نمیگذرن، مجبور میشن که بریزن تو خیابونا. همین میشه دیگه، کرونا هم که ریشه‌کن نمیشه، بدتر هم میشه تازه. یا تعطیل میکنه جاده شمال رو تعطیل نمیکنه، نمیبنده بقیه جاها رو میبنده، همه میرن به سمت شمال. پس اصلا تصمیم درستی تا حالا نگرفته. این تعطیلی که الان گذاشتن فایده ای نداره، فقط به ضرر تمام مغازه‌داراست. الان این چند روز تغییر محسوسی توی درآمدتون به وجود اومده؟ درآمدی دیگه با این وضع بازار نداریم ما. نه، راه حل دیگه رو در نظر بگیرن. این راه حل که نمیشه، یعنی از 6 بعد تو به بعد کرونا میاد، از صبح تا حالا کرونا نمیاد. نه، من میخوام خودتون به عقل خودتون رجوع کنید. من الان اینجا داره 30 میلیون اجاره میدم. آقای دولت میتونیم یه جوابگوی من باشه؟ 30 میلیون اینجا هزینه این مغازه است، یعنی کرکره بالا بره روز 1 میلیون تو هزینه این مغازه. کی باید جوابگوی من باشه؟ چکای منو کی میخواد پاس کنه؟ الان هم که 6 به بعد، الان هم شما میتونید ببینید همه جا بازه، کافه ها، رستوران ها. من ساعت 7-8 اومدم، چه انقلاب ولی از همه جا باز بوده. اونم یه شوخیه. چه جوری دولت واسه چیزای دیگه خیلی میتونه محکم وایسه پشتش، واسه جون و سلامتی مردم نه. که واقعا ندارن مردم، که به نون شبشون محتاجن. دولت بالاخره باید یه فکری بکنه، دولت، حکومت، سیستم بالاخره باید یه فکری به حال این برنامه بکنه. چون اگه اینجوری ادامه پیدا کنه مردم همه از بین میرن. با توجه به اینکه محدودیت‌ها اصلا اجرا نمیشه، حداقل 2 هفته رو به صورت کامل اگه تعطیل کنم، با توجه به اینکه خود من پزشکم میفهمم چی داره تو بیمارستان میچرخه، 2 هفته تعطیل کنم و مردمم رعایت کنن، خیلی نتیجهش بهتره.
اگر دولت میخواد تعطیل کنه باید همه رو تعطیل کنه، اداره تعطیل کنه، بانک تعطیل کنه. ما 4 تا اداره داریم باید باز باشه، برق، آب، آتش نشانی و یکی دیگه. اینا باقی برای چی بازن؟ برای چی اونا باید باز باشن؟ مردم برن سر کار، حالا با 1/3 یا 2/3 بعد کسبه بسته است، مغازه ها میبندن، بانک ها بازه، چک ما میاد پشت باجه و برگشت میخوره. اینا باید تصمیم کلی بگن، تصمیم درست حسابی بگیرن، مردم اذیت نشن. واقعا مردم تو فشارن. ولی مدیریت دولت که تا الان خوب بوده، بد نبوده، ولی مستلزم اینه که مردم توجه کنن به حرفایی که بهشون زده میشه و جدی بگیرن حرفایی که بهشون زده میشه. ولی این که از ساعت 6 تعطیل کنن زیاد فایده ای نداره. باید زودتر از اینا اقدام بشه برای تعطیل کردن و کنترل رفت آمد. به مملکت فقط کسبه سر کارن، کسبه اینجا چیز به وجود میارن، ازدحام به وجود میارن، جای دیگه ازدحامی نیست، اداره ها ازدحام نداره، شما تو بانک میری ازدحام نداره، دیگه جونم برات بگه مترو ازدحام نداره، اتوبوس ها ازدحام ندارن، اینا سوالای بی جوابه.